من اصلا از این پولا خبر ندارم، من نمیدونم. بانکای سوئیس هم برای اینکه کسی خبردار نشه ساخته شدن. ببین، حساب پسرت یه رمزی داره. کسی نمیگه چون پسرت مرده بیا این پولو بگیر. من اون رمزو میخوام. من نمیدونم رمزش چیه، باور کن به من نگفته. حتما همینجاست. دارم میگم چیزی اینجا نیست، هیچی نمیدونم. اون کمدو به هم نریز، بس کن. آخه از من چی میخوای؟ خونه رو به هم نریز، خواهش میکنم این کارو نکن. تو اتاق پسرم نمیری. رمزش اینجا نیست، اونا وسایل پسرمه، خواهش میکنم بهشون دست نزن. کارت رمزه، پس کجا قایمش کرده؟ سرت یه جای مخفی نداشت؟ تو که مردی؟ تو مردی؟ مرده بودی؟ مرده بودی؟ شایدم خودت مردی، برای همینه که منو میبینی. کسی شما دوتا رو کتک زده؟ یا با هم دیگه کتک کاری کردی؟ رمزشو بگو. اردال یه جمله معروف داشت، یادته، خر مرده از گرگ نمیترسه. آه راستی، هنوزم با هم دیگه رفت آمد دارین یا نه؟ دوتا فراری دای، رمزشو بگو. 07-08-2017، روزی که زندگیم عوض شد. همه جا از این استفاده میکنم، گفتم بدونی. راستی تو رضا رو میشناسی؟ آدم اردال بوده. خیلی سخت برای رئیسی کار کنی که یک قرونم پول نداره. مخصوصا که بچه هم داری. چی میگی برای خودت؟ الان که دیدمت بهتر اینو فهمیدم. خیلی ببخشیدم، اما مرد جان شبیه مادرشه. خدا کنه اخلاقش به تو رفته باشه، چون مادرش خیلی ترسید. اما پسرت نترسید، خدا رو شکر او بچه بزرگ کردی. رو سوزان شایکا فرستاده. به نظرتون وقتش نشده که با هم دیگه آشنا بشین؟ اما من دیگه از کارهای مسخره شما خیلی خسته شدم. برگ، نکنه تو هم مثل خواهرت فکر میکنی؟ من که بعید میدونم تو خسته شده باشی، اما وقتی با اوکتای بودی هم انقدر خسته کننده بودی؟ چون آدم خیلی باحالی به نظر میاد. تو اوکتایو از کجا میشناسی؟ خب نیازی نبود برای شناختن شما با هم دیگه آشنا بشیم، چون من همه چیزو درباره شما میدونستم. فکر کنم دیگه وقت شده شما هم یه سری از حقایقو بدونی. تنفر خاله سوزانم از اردال فقط به خاطر وضعیت خودش نیست، به منم مربوطه. کجا؟
برای فهمیدن ادامهش به شام دعوتین. خونه سوزان خانم؟ برک، تو هم اگه حالت بهتره لباس بپوش. مامان، اینا چشونه؟ چیزی نشده پسرم، گرسنن. غذاشونو بخورن اون وقت حالشون خوبه خوب میشه. مطمئنم نمیخورن. چرا نخورن پسر گلم؟ تو تموم کردی؟ برانشو برو درستو بخون، چون فردا امتحان داری عزیزم. بدو پسرم، تو اتاقت بخون. خب، شما دوتا منتظر چین بچه؟ باید مثل علی به شما به زور بخورونم؟ برجو، اینقدر سخت نگیر دخترم، بس دیگه. از دیروز اینقدر قصه خوردی که رنگ برود نمونده. بیا. نه من فقط. من فقط چی؟ همه چی معلومه دیگه دخترم. پسر داره چند ماه سعی میکنه دلتو به دست بیاره، حالا هم که یکم بهش رو دادی، خب داره ازت حسابرسی میکنه. سلما، هرچی که هست نمیخوام راجع بهش صحبت کنم. به نظرت اینا کار کیه؟ دورین نیست، مادرش هم نیست، پس کیه؟ اگه 15 روز پیش میگفتی جوابشو میدونستم. این اواخر مادرشو ندیدی؟ مادرش از این چیز خبر نداره، کار اون نیست. پس کار کیه؟ یکیه که همه چیزو میدونه. از طرفی نمیتونم از دستش عصبی بشم. به لطفش تموم چیزایی که نمیدونستم و 2 روزه فهمیدم. اینکه دشمنمه یا کمک میکنه رو هنوز نفهمیدم. خب به نظر من که میخواد تو و سواشو از هم جدا کنه، که ظاهرن هم موفق شده. اون نمیخواد جدامون کنه سلما. شاید بخواد، اما این خیلی فرق میکنه. یعنی چی؟ من نفهمیدم. مثلا سواش چطوری مچه اوکتایو میگرفت؟ مثل همونه. کار هرکیه میخواد همه چیزو دونه دونه رو کنه. میخواستم بازم برات بیارم، اما این منظره رو که میبینم میگم یکی از بیرون ببینه میگه اینا مثل اردال و رزان. خدا آخر عاقبتمون رو اونجوری نکنه. آمین. داداش، حالم خوب نیست، گفتم بدونی. نه بابا، خب حرفات سنگین بود. حرفای من؟ برگشته میگه چی کاره ای منی؟ یعنی چی کاره ای منی؟ اگه میخوای حرف خودتو بزنی بحث نکنیم، جدی میگم. اونجوری از قبلش بهت بگم تو پسر خوبی هستی، کاملا حق با توه. خوبه؟ خوب شو؟ آره قربونت، فکر کنم یکم خودخواهی کردم. درسته تو بهم تیکه میندازی، اما من از ته دل دارم بهت میگم تو بهترین آدمی هستی که دیدم. ممنون. جدی؟ دلم آروم شد. میگم از اونجایی که عاشقشی، خب از این حرفای کلیشه‌ای هم بلدی؟ میگن من برای عشق هم دنیا رو به آتیش میکشم. میخوای چی کار کنی؟ مریم و بیخیال اصلا، با اینکه خودت میدونی چی درسته، میخوای باباتو لو بدی به مادر ناتنید که نه خونهی داره نه شوهری داره نه پولی پشت کنی، بگی خواهرم هم زود فراموش میکنه، بعدش هم بگی عشقم مهمه، هرچی بشه برای من اهمیت نداره. خب حق با اونه. باشه، من اولش چی بهت گفتم؟ با اینکه میدونی چی درسته. داداش، آدمو برای خانوادهشون از جونشون میگذرن، اینجوری نکن. من از اون آدما نیستم. بهش گفتم تو پدر من نیستی، گوشلو، تموم شد. آره داداش، هرچی میخوای بگو، باور کردم. زندگی همینجوری آدم ادب میکنه. بعدش مثل چی تو گل گیر میکنی؟ مثل الان. یه چیزی بهت بگم؟
اگه الان جای بابا تو لو بدی عمرم بتونی کنار مریم بخوابی. قبل از هر چیز باید حرف دلتو گوش کنی. میفهمی چی میگم؟ اگه کاریو که میخوای نکنی واقعا چه ارزشی داره؟ اونجوری انگار خودت نیستی. به چه درد مریم میخوری؟ برای چی باید دوستت داشته باشه؟ ببینم نکنه تو این اواخر سرت خلوت میشه میری سینما؟ حرفاشو نگاه. من یه چیزی بهت بگم، اگه من جای برجو بودم دیگه تو صورتتم نگاه نمی کردم. فهمیدی؟ اینجا حرفای قرنب سلنبه میزنه. برو دلشو به دست بیار، البته اگه بتونی. تو بزرگتری، منم میخوام راه تو رو پیش بگیرم. ببینم تو چی کار میکنی، منم همون کارو بکنم. دوتا کار میکنم. اول حرف مریمو گوش میدم، میبرمش بابامو ببینه. راه دیگه ایم نیست. بعدشم کسی که مثل روح دورمون میگرده، تو ماشینم پرونده میذاره، به مریم هدیه میده، دکمه سردستو میگم. کسی که به اجازه میاد تو شرکتم، پیداش میکنم. تنها نیستی، لطفاً اینجوری رفتار نکن، ناراحت میشم. خیلی ممنون. بگو ارتون. میگم چقدر خوبه که از کار اخراج شدم. چطوره کارگاه خصوصیت بشم؟ مشتریشم زیاده. چی؟ الان جلوی خونه سوزانم. من که همچین چیزی ازت نخواستم. یکی دیگه اینو ازم خواست، اما من همیشه برای پول کار میکنم. برای همین گفتم بهتون خبر بدم. اگه نخواین قطع میکنم. نه قطع نکن، به کاریت ادامه بده. کی اینو خواست؟ نه دیگه نمیشه، من حق ندارم اینو بهتون بگم. اطلاعات مشتری محفوظه. اما چیزایی میدونم که مطمئنم از شنیدنش خوشت میاد. بگو. اینجوری نمیشه، بهتره حضوری با هم حرف بزنیم. از قدیم چی گفتن؟ هرچی پول بدی آش میخوری. باشه، به کارت ادامه بده. صبح میبینمت. صبح میبینمت. هیچی نخوری یا حتی آبم نخور. آه، دوست ندارم در مورد غذام اینجوری بگی. قصد مسموم کردن مهمونمو ندارم. برای چی دعوتمون کردین؟ اگه میخواین بگین پرونده رو دادین به ساواش، خودمون اینو میدونیم، نیازی به شام نبود. من بهش ندادم. خودش برداشت؟ نه، حتی خبرم نداره. اما الان نمیتونم بیشتر از این چیزی بگم. پس دلیلش چیه؟ یه چیز جدید در مورد مشترکمون فهمیدم. همین. یعنی چی؟ اردار سارگون، جاشو میدونم. پس برای چی نشستیم اینجا غذا میخوریم؟ جشن بگیریم. اگه قرار نیست اردار سارگون بره زندان، من بلند میشم. یعنی دوست نداری بدونی اردار سارگون چی میشه؟ تا وقتی که شما حمایتش میکنین هیچیش نمیشه. حمایتش میکنم؟ زندانه؟ نه. خب بعضی چیزا تو زندگی از زندانم بدتره. به یه آدمی سپردمش که فکرشم نمیتونین بکنین. یعنی چی؟
دارین؟ میخواستم بترسونمت. دفعه بعد خواستی بترسونی؟ این اوت کلانم نزن. مردای متأهل اینجوری لو میرن. چند ساعت اینجوری؟ منم تازه رسیدم. لااقل 4 ساعت، اونم برای اینکه شرمنده نشی. من چرا باید شرمنده شم؟ چون با اینکه کلی کار اینجا هست تو نشستی سر جاتو. خودت کارتو انجام بده. سرم خیلی شلوغه، وقت نمیشه. اما جای بعضی چیزا عوض شده. ممنون. پاکتو باز نکردی. از کجا فهمیدی؟ باز میکردی انقدر آروم نمیبودی. میشه الان باز کنم؟ نه، اول شام. اینم گله، میدونستی؟ تازه قلبم داره. به نظرم خیلی رومانتیکه. اگه زخماتو تازه نمیکنه پوست بکن. بدش من. امشب اتفاقات جالبی میفته. با شکم گرسنه که نمیشه. اینو یه نفر به اسم گوزی برات آورده. راستی تنابو گیرم آورد. غذا رو آماده کن. میام. دختر جون، حرفای مسخره نزن. میگم نمیشه یعنی نمیشه. ای بابا، حرف گوش کن، از تو جوب پیدات نکردم. با این وضعش میخواد بره بدوه. این همه زحمت هدر بره؟ من نمیتونم. تازه دکتر گفت 1 هفته. 1 هفته دیگه تمرینمو شروع میکنم. 2 هفته به انتخابی مونده. 1 هفته میخوای بخوابی، تو 1 هفته هم بیای رو فور؟ مگه میشاخه؟ آبروت میره؟ نمیره. اول خوب شو بعد یه کاریش میکنم. من میخوام برم مسابقه بدم. خوش اومدی. ممنونم. از صبح یه ماشین جلو در وایستاده. پلیس هم که نیست. اول ترسیدم، اما همینجوری وایستاده کاری هم نمیکنه. دیدمش، آدم کاسپره. کی؟ دوست گوچلو. تو چرا اومدی؟ خواستی ببینی مردم یا هنوز زنده؟ گفتم شاید به کمک نیاز داشته باشی. رخت چرکام اونجاست.
انگار از تنهایی خوشت نمیاد. این یه انتخاب نیست، یه اتفاقه. میشه بگی مشکلت چیه؟ عذاب وجدان داری؟ درستش همون بود. اگه اینطوری فکر میکنی نه یا اینجا الی، من فقط بچه‌م رو از دست ندادم، اعتمادم به بقیه رو از دست دادم. میدونی؟ بابات قبل ماموریت ها عکس تو رو نگاه میکرد، یه دلیل برای زنده موندن داشت، منم میخواستم داشته باشم. الان هیچی ندارم، بمیرم هم کسی نمیفهمه. کان این کارو با هم کرد، این که بره زندان کافی نیست. بابام اینو میشنید ناراحت میشد. مجازات کارش این نیست، خیلی بدتره. مرگه؟ از اونم بدتر، مثل من بشه. وقتی احساس خوشبختی میکنه همه چیزشو ببازه. تو با دویدن آروم میشی، منم با انتقام. انتقام آرومم میکنه. این همه ساله وقتی میخوام بخوابم به این لحظه فکر کردم، هی گفتم اگه ببینمش چی کار میکنم. اون روز کانو دیدم، نتونستم. عاشق انتقامت شدی؟ مثل دیوونه ها؟ حرفای مسخره نزن. با خودم گفتم نمیشه، نباید اینجوری تموم شه. یه حسی اومد توی شکمم، درست مثل اون شب. همین. چرا اینو به هم میگی؟ خواستم بدونی. گوچلو؟ به اون مربوط نیست، به تو مربوطه. گوچلو دوست داره. من نمیتونم، اگه با اون باشم باید از این انتقام منصرف شم. اگه با اون باشم یه روز کاریو که کان با هم کرد باهاش میکنم، یا میکشمشو از اینجا فرار میکنم، یا میرم زندان.
من نمیخوام ببینم اید. گوش کن. نمیخوام چیزی بشنوم. هرچی میخوای بگو بعدش برو. وقتی بابات مرد اونجا بودم، تو صورتش نگاه کردم. منم دوست داشتم چشماشو باز کنه. تو که میدونی. میدونم کار بابام خیلی. برو بیا. با هم بیا. من با تو جایی نمیام. مریم. میریم پیش بابام. وسایل پسرم گفتم بهشون دست نزنی. دست نزن به اونا. خیر باشه. جاشو نکنه خواب دیده بودم. خیلی عجیبه. خدایا او پسرم. میدونم به کلاست نمیخوره اما مدارا کن. اشکال نداره، فقط تو سلیقه غذاییت اینجوری نیست. بهت میخوره بیشتر عاشق برنج و دلمه باشی، غذاهای سنتی. یه سوال بپرسم. نگران مادرت نیستی؟ حتما یه دلیلی داره. اینقدر ازش بیزاری؟ تو عقل نداری راجبش حرف بزنی. چرا؟ چون دلیلی نمیبینم. واقعا؟ آره. اشتهات که کور شد. گرسنه نبودم. غذات هم خوشمزه نشده. من غذای سنتی میخورم.
با اجازه ماما، تا وقتی نوبت لازمشه قرض میگیرم. در مورد بابات هیچ قولی نمیدم سواش، هر کاری لازمه میکنم. گفتم بدونی، خواستی میتونی برگردی، هر طور میلته، هرچی باشه بازم قایمش میکنی. فرار کنه جلوشو نمیگیرم. جالبه، فقط همین؟ آره. پس کمکش نمیکنی؟ به خاطر تو نیست، برای خودمه. کارایی که کرده قابل بخشش نیست، منم نبخشیدمش. هر کیم که میخواد باشه. گوچلو، دلم برات تنگ شده بود. قبلش میخوای چای تو بخوری؟ قبل چی؟
قبل اینکه بگم فرد خوششانس امشب کیه؟ چی شده؟ نمیدونم. امشب یه نفر که همه میشناسیمش میمیره و قاتلش هم همه ما میشناسیم. خب وقتش رسیده. اگه از اخبار بفهمی زیاد مزه نمیده. بگیرش. بعد از گزارشی که امشب به دست نیروهای امنیتی رسید، پلیس فوراً به مخفیگاه اردال سارگون اعزام شد. یواش، یواشتر. چی کار میکنی؟ یواشتر آقا. اجازه بده. وایسا ببینم. وایسا. داداش یه لحظه اجازه بده. واقعا این اتفاق افتاده؟ جدی میگی؟ سورپرایز. بابا ولم کنین. بابا بذارینش زمین. ول کن. چی کار میکنی؟ یواشتر آقا. ول کن. خدایا. شما به جنازه رسیدگی کنین. باشه. امشب یه نفر که همه میشناسیمش میمیره و قاتلش هم همه ما میشناسیم. خب وقتش رسیده. اگه از اخبار بفهمی زیاد مزه نمیده. بگیرش. بعد از گزارشی که امشب به دست نیروهای امنیتی رسید، پلیس فوراً به مخفیگاه اردال سارگون اعزام شد. یواش، یواشتر. چی کار میکنی؟ یواشتر آقا. اجازه بده. وایسا ببینم. وایسا. داداش یه لحظه اجازه بده. واقعا این اتفاق افتاده؟ جدی میگی؟ سورپرایز. بابا ولم کنین. بابا بذارینش زمین. ول کن. چی کار میکنی؟ یواشتر آقا. ول کن. خدایا. شما به جنازه رسیدگی کنین. باشه.
پس اردال سارگون اینجا مخفی میشده ها؟ بله، یه مدت اینجا قایم شده. سر نخام همینو میگه. اونا اینجا چی کار میکنن؟ یعنی واقعا مرده؟ چطور ممکنه؟ ای بابا تعجب نکن، همه میمیرن. فجاز من، حالا متوجه شدین چقدر در مورد انتقام جدیم؟ از بابام خبری شده؟ تولین، من باردارم. چی؟ چطور؟ قبلن اینا رو توی یک کشو میذاشتیم کنار هم، دوتا دکمه سردست کوچیک. گفتم بده به من. دستگیرم نمی کنی، نمیتونی بکشی. صبرم و لبریز نکن. حرف دارم. بشین. برجو. جفتشون شرک های قدیمی هن. جفتشون هم فراری هن. همینطور بدبخ شدن و قراره برن زندان. نقاط مشترک زیادی با هم دیگه داشتن، البته تا امشب. حالا یکیشون قاتله، اون یکی هم مقتول. جسد تاکین برکر حدود ساعت 12:30 شب در کلبه‌ای که پشت سرمه و گفته میشه مخفیگاه اردال سارگون بوده پیدا شد. عموم واقعا مرده؟ همش همینو میگی، عموم مرده، عموم مرده. مرده. پلیس احتمال میده تاکین برکر توسط شریک قدیمیش به قتل رسیده باشه و اردال سارگون به عنوان تنها مظنون این قتل تحت تعقیبه. یه قتل دیگه. معلوم بود اینجوری میشه، همیشه همین بوده.
منم پنهان کردم. آخرش هم همه آسیب میبینن. منم این درد رو تجربه کردم، اما الان تو داری اذیت میشی، خواهرت داره اذیت میشه. نه، من اصلا نمیفهمم چطور ممکنه. سماش سارگان. بله. جناب دادستان میخواد شما رو ببینه در مورد پدرتون. بفرمایید از این طرف. این دو تاجر بزرگ به 6 سال زندان محکوم شده و تحت تعقیب نیروهای پلیس بودند. بعد گزارشی که امشب به دست پلیس رسید، نیروهای امنیتی به مخفیگاه اردال سارگان اومدن و با جسد مقتول یعنی تکیم برکر مواجه شدن. آه، جوون مردم رو کشتن. خدا میدونه حالا مادرش تو چه حالیه. پلیس چیزایی بیشتری در مورد این قتل نگفته. این همون مرد است که اومده بود خونه ای ما. گفته میشه اردال سارگان هنوز پیدا نشده. حتما نازاقونه. من ترجیح میدادم اردال سارگان تو اون کیسه جنازه می بود. از روزی که اومدی دلت میخواست محکوم بشه. از اون موقع خیلی چیز عوض شده بلیز. دیگه مطمئنم اردال به سزای کارش نمیرسه. میخوام انتقاممو بگیرم. میخوام کاری که با بابام کرد و تجربه کنه. گفته میشه اردال سارگان هنوز پیدا نشده و پلیس با تمام نیروهای خود برای پیدا کردن تنها مظنون این قتل تلاش میکنه. تولی کمک کنید. تولی حالت خوبه؟ کمک کنید. زود باش. چی در این مورد میدونی؟ هیچی. نه، یعنی اتفاقی اومدین اینجا قبل سرد شدن جسد؟ میخواستم بابامو ببینم. چیزی راجع به تکیم برکر نمیدونستم. این یه جرمه. بابات فراریه و شما دوتا میدونستین پدرت کجاست. تو و مریم آچا. اون از چیزی خبر نداشت، فقط همراه هم اومد. واقعا؟ پس چرا اومده اینجا؟ دستبوسی پدرت؟ منو عصبی نکن. دارم بهتون میگم اون خبر نداشت. تو قایمش میکردی؟ چون نمیدونین کجاست فراریه، نه چون من مخفیگاهشو بلدم. گوش کن، این دیگه یه پرونده یه تخلف مالی نیست. پدرت الان مظنون یه قتله و جرم شما هم کمک کردن به یه قتله. حالا دوباره میپرسم، میدونی الان بابات کجاست؟ نمیدونم. با پنهون کردنش تو جرمایی که از این به بعد مرتکب میشه شریکی. جفتشونو ببرین کلانتری. اونو نبرین، من میام. هرچی میدونم میگم، اما مرگم آکچا رو بازداشت نکنیم. ببینین، اون تو اتاق بازجویی فهمید که باباش به قتل رسیده، عصبیش میکنه، نمیذارم بره اونجا. میدونم نیازی نیست اونو ببرین، فقط میخواین منو تحت فشار بذارین. بگو فقط منو ببرن، همه چیو بهتون میگم. اعترافتو خط به خط خودم بررسی میکنم، اگه بفهمم دروغ میگی. فقط اینو ببرین. یه لحظه سب کنین، اجازه بدین. میتونی برونی؟ خیلی ترسیدی. میتونم. تو ماشین منتظر بمون، نجمی میاد دنبالت. باشه؟ من میخوام باهات بیا. الکی نه یا کلانتری، برو خونه، بیشتر از این خودتو اذیت نکن.
وقتی داشتی زیپو میکشیدی من یه لحظه یاده بابام افتادم. میدونم عزیزم، ازت معذرت میخوام، منو ببخش، منو ببخش که اینقدر اذیتت میکنم. تو برو دیگه، من پشتتم. نمیخواد بیای. هیچ وقت چیزی که نمیتونم انجام بدم و ازم نخوا. باشه برو. مگه تو نگفتی برجو خون از کاسپر؟ برای چی نباید در رو باز کنه؟ فوقش باز میکنه میگه گم شو. عجبا چراغاش هم روشنه. باشه. هنوزم اونجاست؟ آره اونجاست. برم پایین یا میگی که بره؟ اجازه نمیدم. اون وقت میشه بگی چطوری جلمو میگیری؟ به هیچ وجه نباید تو رو ببینه. دیگه تو آخر عمر اونو نمیبینی. 30 ثانیه وقت داره. بله. الو گوچلو، کجایی تو؟ خونه نیستی؟ نه نیستم. چطور؟ چراغات که روشنه. از مرکز بی سیم زنگ زدن، فوری زدم بیرون. باید فهمیدم، پس منتظرم. تو برو، آخه معلوم نیست کارم چقدر طول میکشه. تا آخر عمر. نه اینجوری نمیشه. تا امشب بله رو نگیرم نمیتونم بخوابم. تا صبحم باشه صبر میکنم. کار مهمتری که ندارم. کیه؟ مریمه. شاید از داداشم خبری شده. من الان میام. مریم، میدونی چی شده؟ آره خبر دارم. اونجا بودیم، رفتیم مخفیگاه بابات. یعنی دیدینش؟ جسدو میگم. آره دیدیم. واقعا کار بابام بوده؟ چی میگن؟ داداشم کجاست؟ الان داداشو تو آوردن کلانتری، میخوان ازش بازجویی کنن. به لطف بابام یه پامون دادگاه یه پامون کلانتری. چطور این کار میکنه نمیفهمم. این که میگه دوستمون داره همش دروغه. آبرومون رفت. دوستام زنگ میزنن نمیتونم جواب بدم. چی بگم آخه؟ بهشون بگم بابام زد شریک قدیمیشو به قتل رسون. ناز، میشه یکم آروم باشی؟ با تولینم نمیتونم حرف بزنم، همش میریزم تو خودم. مریم، حالم خیلی بده. حالا چی کار کنی؟ ببین، سعی کن آروم باشی. باشه، زنگ بزن به وکیلم بگو مراقب تولینم باش. ساوشم زیاد نگه نمیدارن، به زودی میاد پیشتون. باشه؟ باشه. خوبه مریم جانم، ازت ممنونم. میبینمت. Thank you.
دلیلش رو بهم بگی. بهت میگم حرف بزن، بگو چرا. تو تله افتادم، فریبم دادم. ازت متنفرم، حالم ازت به هم میخوره. اونا وارد خونت شدن، بزنت حمله کردن و بچتم کشتن. تو چی کار کردی؟ تو مثل یه موش قایم شده بودی. اینطوری نیست. پس چطوریه؟ مرام تعریف کن، یه دلیل منطقی واسم بیار. اون مواد برای من نبود، مهمت آدم اونو بود. نه به ما رحم کرد، نه به دخترش الی. داری دروغ میگی؟ دروغ نمیگم. طرف همکار من بود، رفتم عملیات، فهمیدم یه چیزی مشکوکه. مهمت فهمید، شک کردم، درگیری شد، تیر خوردم. تو درگیری حس کردم اونا میخوان ماشینمونو ازمون بگیرن، یه جوری در رفتم. بعدش در صندوق باز کردم، توش پر مواد بود. نمیدونستم چی کار کنم، شوکه شدم. از بیسیم گزارش کردن، گفتن مرده. تصمیم گرفتم بیام پیش تو، میخواستم با تو مشورت کنم. جرمو میندازی گردن این مرده؟ من میشناختمشون، این کاره نبود. از من بهتر میشناسی؟ من همچین کاری میکردم؟ اصلا نشناختم. این طور نیست، خودتم میدونی، دلتم میدونه. به تو پناه آوردم. اگه کار تو نبود میرفتی به نظرت جند. باور میکردم؟ حتی خودتم باورت نشد. تویی که زن منی، اونا باورشو میشد؟ تو بهم نگفتی جونم در خطره. تعقیبم کردن، زنگ زدم در دسترس نبودی. سعی کردم از خونه دورشون کنم، سعی کردم دنبالم بیان، تیر خوردم. سه تا تیر بهم شلیک شد. دو هفته بعد به هوش اومدم. وقتی فهمیدم چی شده میخواستم خودم رو بکشم. کاش میکشتی. میریم کلانتری، کار تمومه. نمیتونم، وقتی قاتلای پسرم زندن، نمیشه. اما اگه تو میخوای ماشه رو بکش. صادق نیست، سال هاست دنبالشم، اینترپولم دنبالشه، پیداش نمی کنن. دنبالمه، خودتم دیدی. بیا با هم انتقام بگیریم، بعدش یا دستگیرم کن یا منو بکش. اردال سارگون تکین برکه رو کشته، ساواشو بازداشت کردن. به هم زنگ بزن. برام پیداش کن، تا پیداش نکردی نیا پیشم، چون این دفعه واقعا میکشمت. داداش طرف برگشت، تو کوچه است. مگه عملیات نبودی؟ نخواستم ببینمت. برای چی بهم دروغ گفتی؟ چرا نگفتی گورتو گم کن؟ چرا زنگ زدی اون دروغا رو بهم گفتی؟ تو حتی یه بارم بهم دروغ نگفتی. دلم خواست بهت دروغ بگم، باید حساب پس بدم. برجو، تو فرار نمی کنی، برای چی در روم باز نکردی؟ بیا اینجا گوشلو.
داداش، طرف داره میاد بالا. گوچلو داری چی کار میکنی؟ آروم باش. اوکی اشغال، آروم باش. برجو بازش کن. گفتم باز کن. این چیه؟ این چیه برجو؟ اون مرتی که اینجا بود؟ گوچلو طرف اومده تو خونه‌ت، اما انگار نه انگار، چون اینجا بود منو راه ندادی. یعنی تو انتظار داشتی میذاشتم دوباره با همدیگه روبرو بشی؟ میشه آروم باشی؟ چطوری آروم باشم؟ میفهمی داری چی کار میکنی؟ چرا مثل آدم نمیگی طرف کی هستی؟ مراقب حرفات باش. جواب منو بده. میترسی بکشمش یا نگران اونی؟ به خودت بیا. حرف میزنیم اما الان نه. پس کی میخوایم حرف بزنیم ها؟ این چه وضعیه؟ بخونش. حرف میزنیم اما شاید آخرین مکالممون باشه. میشه بردارم؟ البته بفرمایید. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. اسم این ماویه. یه روزی همه چیز درست میشه و اون ما رو میبره به دور دستا. به اون روز فکر کن. شاید یه روز آفتابی بریم سمت بندرگاه شهری که حتی اسمش هم نمیدونیم. از شدت آفتاب نمیتونیم چشامونو باز نگه داریم. فقط ما اونجاییم. میشه وقتی رفتین داخل اینو بهش بدین؟ باشه، چه میشه کرد؟ دیگه یه جورایی آشنا محسوب میشین. دوست نداشتم اینجوری بشه. هیچ آدمی دوست نداره بیاد کلانتری. مطمئنم تو عمومو کشتی، فقط بگو مادرم اینو ازت خواست. دورین جون، من دیگه کسی رو به قتل نمیرسونم. فقط به کسی که میخواد بکشه کمک میکنم. کار مادرمه. نه خیر. پس دلیلش چیه؟ اون تکین نباید به مادرم دست میزد. از کی تا حالا مادرت برات مهم شده؟ من میخوام بخوابم. فردا کلی کار دارم، باید اینجا رو جمع کنم. من جات بودم دوست نداشتم برم خونه. رابطه خوبی با مادرت نداری. چی داری میگی برای خودت؟ تو که انتظار نداری شبا اینجا بخوابم. نه بابا، اینو از کجا آوردی؟
نمیشه که توی یه دونه کیسه خواب کنار هم دیگه بخوابی. صبح وقتی داری میای یه پیرشکی چیزی بخر صبحونه بخوری. کی گفته صبح میام اینجا؟ فردا یه پاکت جدید بهت میدم. یعنی چی؟ یه نفر دیگه؟ جمعیت جهان رو به افزایشه. بعضی ها باید بمیرن تا منابع آبمون و خوراکمون تموم نشه. درسته؟ خب دیگه میخوام بخوابم. ممنون. چطوری؟ خوبم. بابامو پیدا کردن؟ نه، با مافوقم صحبت کردم، قراره ببرن تو واحد کشیک. از اونجاشم که زیاد سخت نیست. خوبه؟ چی درست میکنی؟ موشک. چیه؟ از هرسم دارم میخندم. منم همینطور. تولی چطوری؟ قبلنو خیلی دلم میخواست اوائل استفاجمون همبازی تو احسای دست من، اما نشد. گفتن نمیشه. یعنی معجزه هست؟ اونم تو چی زمانی؟ اصلا به فکرت نرسید؟ گفتم شاید بی نظمیه. از اونجایی که مطمئن بودم حامله نمیشم، فکرشم به ذهنم نرسید. زندگی خیلی عجیبه، هر روز یه مشکل. داداشی تو ببین، زندگیشو ول کرده به ما میرسه. تو عاشق یه نفر شدی، میخواستی خوشبخشی، اما چی شد؟ بابات حتی اینم ازت گرفت. من تونستم مراقبت باشم. وقتی این بچه سراغ باباشو بگیره چی بهش بگیم؟ جوابی داریم که بهش بدیم؟ نه. به نظرت این بچه خوشبخت میشه؟ وضعیتمونو ببین جواب بده. به نظرت خوشبخت میشه؟ خدایا، وقتی میدونم چطور این کارو باهاش بکنم. هی من بهش میگم تو جیب پالتوت یه چیزی چشمک میزنه. برگشته میگه نه قربان، برای شارژ گوشیمه. پسر جان مگه تو احمقی؟ اگه من بیدار نمیشدم چی میشد؟ عقب مونده، را بیفت. رضا گوش کن، انگار کسی داخل نیست. برو برام آب بگیر، به یه دردی بخور، دهنم خوش شد.
ای خدا، نگاش کن. عجبا. ای سوزان شاهیکا، خدا بگم چی کارت کنه؟ منو بیچاره کردی، بیچاره شدم. بیچاره شدم رفت. قربان، تکینو کشتن، انداختن گردن ما. فهمیده، بسه، ساکت شو. منم میگم وقتی جامو براده چرا نمیاد؟ اون نمیکشه، عذاب میده، افریته. سوزانو میگین؟ کی میخواستی باشه؟ اینجوری میکنه خود و آدم تو روم نگاه نکنن، عمدن میکنه تا از فامیلیشون خجارت بکشن. میخواد تو این دنیا تک و تنها بمونم، وقتیم که مردم سرم نیاد سر قبرم. نه، اینطور که معلومه با پنهان شدن نمیشه، اینجوری بدتر سوارم میشه. میرم سراغش، تصفیه حساب میکنم، حتی اگه دستگیرم بشم میرم. بست دیگه، این موش قایم شدم. بی شرف. برای تو فرستاد. اسم اینم کوزه‌ایه. وقتی اون روز از کشتی پیاده شدیم اونجا منتظر ماست. ما رو بر میداره میبره به یه شهر کوهستانی توی سوئیس. اونجا برجو گوچلو منتظر ما هم. گوچلو بهت میگه چرا میریم اونجا، چون کاغذ تموم شد. چی؟ میریم یه شهر کوهستانی تو سوئیس. این یه رازه. نوشته گوچلو بهت. نه، یه لحظه جوگیر شده، نمیتونم بگم. گوچلو. باشه باشه، پس یه راهنمایی میکنم. 5 تا آدمن، یه میزم هست و یکی از بینشون برای دولت کار میکنه. منظورت چیه؟ یکم روش فکر کن. من این کنار منتظرم. چی شد؟ از دوستت بپرس. گوچلو، چون من اومدم اینجا رفت؟ باز چی شده؟ 1000 بار گفتم وارد زندگیم نشو. خب؟ خسته شدم، اصلا آرامش نداریم. کی داشتی؟ الان وقتشه دیگه. پس شما رو به سفر سوئیس دعوت میکنم. بگیر ببینم، شاید روحیت عوض شد. چقدر خیالم راحت شد. ساواش فکر خوبی کرده، چون که فهمیده است. شبیه اون بودن چیز خوبی نیست. تو دختر مادرتی. من فقط چون کنجکاو شده بودم. اون یه قاتله. واقعا کار اونه. کمال بیلانو کشت. مادرت هم همینطور. نمیخواست تو به دنیا بیای. آخه مگه تو واسه همین منو نیووردی اینجا؟ آوردیم اینجا تا با داداشم و بابام آشنا بشم. من آوردمت اینجا ببینی بابا چه جور آدمیه. یعنی تو نمیخوای ما رو با هم دیگه آشنا بکنی؟ عکس خانوادگی میخوای؟ بگیر تماشاش کن. عکس خانوادگی تو اینه.
شاید اینجوری یادت بیاد برای کی داری ترحم میکنی. یا میخوای فردا صبح بفرستمت آمریکا ها؟ اگه نزدیک قبر مادرت باشی بیعقلی نمی کنی. بگیر.